آقا در رابطه با دم صحبت کردیم، گفتیم انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی با ماهیچه دیافراگم. این ماهیچه منقبض میشه، دنده ها و جناق رو میاره جلو، حجم قفس سینه رو زیاد میکنه. تو فیزیک خوندیم که حجم با فشار رابطه برعکس داره. وقتی حجم زیاد میشه فشار تو ریه کم میشه، فشار ریه منفی میشه، کمتر میشه، فشار بیرون بیشتر. هوا از جای پرفشار میاد میاد داخل ریه، میشه عمل دم. حالا میخوام در رابطه بازدم صحبت کنیم، که در رابطه بازدم صحبت کردیم تا حدی. دم عمیق رو گفتیم، گفتیم دم عمیق چون میخوای یه هوای عمیق وارد کنی، یه هوای زیادی میخوای وارد کنی، فقط ماهیچه بین دنده خارجی و دیافراگم جواب نیست، ماهیچه ناحیه گرم بهت کمک میکنه تو دم عمیق. بعد گفتیم بازدم عادی اصلا نیاز ماهیچه ای نداره، صرفا بر اساس ویژگی کیسانی شش باز شده مثل کش میمونه، ولی مثال اول جمع میشه، ماهیچه میخواد. ولی بازدم عمیق چون میخوای یه هوای خیلی زیادی رو خارج کنی، صرفا ویژگی کیسانی شش کفایت نمیکنه. دو تا ماهیچه اینجا داریم، ماهیچه بین دنده داخلی و ماهیچه شکمی. ماهیچه بین دنده داخلی اینطوری میاد ریه رو اینطوری فشار میده که بادش خالی شه، ماهیچه ناحیه شکمی هم همینطور. پس الان ماهیچه هایی که توی بازدم عمیق نقش دارن بگو. دیافراگم خیر ماهیچه گردنی، اون برای دم عمیق بود، بازدم عمیق رو بگو. بازدم عمیق ماهیچه های ناحیه شکم و بین دنده داخلی، این دوتا خب. و اما بازدم عمیق، ببین بازدم عادی می نویسم چی؟ برگشتن شش به حالت اول بر اساس ویژگی کیستانیش. آقا مثل کش دیگه اینطوری میکشی، برای اینکه جمع بشه ما کاری میکنیم، کافیه این کشیدگی رو ول کنیم خودش جمع میشه. ببین کش رو وقتی میکشی داری چیکار میکنی؟ فشار میدی، فشار میدی، انرژی مصرف میکنی، ولی وقتی میخواد جمع بشه اصلا انرژی مصرف نمیکنی. بازدم عادی هم همینطور، شش به خاطر ویژگی کیستانیش حالت اول برمیگه، ولی بازدم عمیق چون بعد یه مقداری از هوای خیلی زیاد خارج کنی صرفا ویژگی کیستانی کفایت نمیکنه. اینجا ماهیچه شکمی و بین دنده داخلی، ببین توی دم عادی بین دنده خارجی بود، تو بازدم عمیق بین دنده داخلیه. بله بله بسیار. توی دم دیدیم که دیافراگم از حالت گنبدی شکل اینطوری گنبدی بود، توی دم مسطح میشد، تقریبا اینطوری صاف میشد، اینطوری میمد پایین که الان افزایش حجم قفس سینه رو منجر بشه، که افزایش حجم قفس سینه هم افزایش حجم شش رو بیاد منجر بشه. پس تو بازدم دیافراگ باز دوباره به حالت اولش برمیگرده. ببین این حالت عادیه، این حالت انقباضش. خب حالت عادیش همون بازدم میشه دیگه، بازدم یا استراحت، اصلا نفس نمیکشه. انقباضش هم میشه دم، گفتیم تو دم مسطح میشه، تو بقیه حالت ها اینطوری گنبدی شکله، درسته؟ نه اینجا میبینی که توی دم این دیافراگ اینطوری اومده پایین و تقریبا مسطح شده، اینجا رو ببین. ولی تو بازدم میبینی گنبدی شکله. بله تو دم بله. ببین اینطوری بگم، دیافراگ اینطوری بگیم بهتره، دیافراگ هنگام انقباض
مسطح میشه، یعنی صاف میشه هنگام انقباض. خب تو بازدم که دیگه دیافراگم منقبض نیست، تو بازدم دیافراگم منقبض نیست، دیافراگم برای دمه، این تو دم منقبضه، درسته؟ یه جمع‌بندی کلی کنی اینجا دیگه، دقت کن. تنفس که دیدیم شامل دم و بازدم، دم عادی و اینجا می نویسم دم عمیق، اینجا هم بازدم عادی، بازدم عادی و بازدم عمیق. دم عادی چیا بود؟ دیافراگ. آفرین، وایسا. دیافراگ یعنی اینا منقبض میشن، دیافراگ، دیافراگ بین دنده‌ای خارجی این دم عادی بود، اینا منقبض می شدن، یعنی باعث می شدن چی؟ باعث افزایش حجم قفسه سینه می شدن، که افزایش حجم قفسه سینه هم باعث افزایش حجم شوش می شد. توی دم عمیق دیافراگ، آها اینا دوتا هستن، اینجا من بکشم کپیش کنم، دقیقا اونا اضافه می شن. ماهیچه ناحیه گردن این شاگرد ما شوخی کرد خندم. بازدم عادی گفتیم چی؟ بدون هیچ ماهیچه ای، صرفا بر اساس ویژگی کیسانی شش. ولی بازدم عمیق بین دنده داخلی و ماهیچه شکمی و ماهیچه شکمی به اضافه شکمی. اینجا جمع‌بندی دم و بازدم. ماهیچه شکمی اینطوری قفسه سینه رو هل میده که حجمش کم بشه. ما گفتیم که شش پیروی میکنن قفسه سینه، حجم قفسه سینه کم بشه حجم شش هم کم بشه، فشارش زیاد میشه، فشارش که زیاد بشه باعث میشه هوا بره بیرون. این تو بازدم. حالا تو بازدم هوا چطوری میره بیرون؟ حجم قفسه سینه کم میشه، حجم شش کم میشه، فشارش زیاد میشه، فشارش از فشار بیرون بیشتر میشه. ما گفتیم هوا از جایی که فشارش زیاده میره جایی که فشارش هوا ریه اینطوری خارج میشه. امروز تمام میشه دیگه فصل سه. فصل سه رو ببینیم. ببینیم. تمام نفهمم. یه تشریح شوشه گوسفند داریم. این آزمایشش آزمایش جالبیه. میخوایم نکاتش رو با هم بنویسیم. آقا شوشه گوسفند یک ویژگی داره که برای انسان نداره. حالا اینجا با هم میخونیم. میگه شش به خاطر کیسه هوابکی که داره حالت اسفنجگونه داره. شش راست از شش چپ بزرگتره. بله، چون شش چپ در مجاورت با قلب یکم کوچیک‌تر میشه. شش راست سه قسمت یا سه تا لوب داره. شش چپ از دو لوب تشکیل شده. حالا اینا من الان رو شکل تو نرم افزار آناتومی بهت نشون میدم. باش. الان کدوم ششه؟ شش راست. این شش چپ. اینا ببین شش چپ کوچیک‌تر. یه لوب، دو لوب. دیدی؟ حالا شش راست رو نگاه کن. یه لوب، دو لوب، سه لوب. پس دیدی شش راست از سه لوب تشکیل شده، شش چپ از دو لوب. دو لوب. خب
تشخیص شش چپ و راست، این که دیگه معلومه دیگه، ششی که کوچیکه شش چپ، نای تو جلو و مری تو پشت قرار گرفته، اینم که میدونیم دیگه. بگم خب آقا، نای دیدیم که قذوف داره، قذوف سی شکل، این باعث میشه که وقتی به نای دست میزنی زبر باشه، زبر و زمخت باشه، به خاطر اون قذوفاشه. ولی اگه نای جک مثلا مبادله دست بزنی زبره. چرا؟ چون قذوف نداره دیگه. یا هوبه پا دست بزنی زبره، چون قذوف نداره. میگه اگه یه تیکه اشاشو ببریم سه تا سوراخ میبینیم، نایجه ها سرخ رگا سیاه رگا، نایجه ها سرخ رگا سیاه رگا. حالا میگه میخواییم بفهمیم آقا کدوم این سه تا، مثلا یکی نایجه هست، یکی سرخ رگ یا سیاه رگ. آقا نایجه ها مگه قذوف کامل ندارن؟ مگه ندارن؟ پس به نایجه دست بزنی زبره، درسته؟ تو فصل بعدی میخونیم سرخ رگا دیواره ماهیچه‌ای و دیواره پیوندیشون زیاده، به خاطر این دیوارهشون گرده، یعنی اونی که دیوارش اینطوری گرده این میگه سرخ رگ. بازم فصل بعد میخونیم که سیاه رگا توشون بافت پیوندی و ماهیچه‌ای کمتره، اینطوری دیوارش جمع میشه، یعنی دیواره سیاه رگ اینطوری تقریبا جمع شده است، حالت بیزی شکله، این هم شد سیاه. این از این مورد. حالا یه نکته هم تو کتاب قبل بود که گویا کتاب شما حذف کردم، این بود که توی گوسفند به شش راستش، یعنی مثلا اگه این شش راست باشه اینم شش چپ باشه اینم شش چپ باشه، به شش راستش قبل از اینکه اینجا دو شاخه بشه دو تا انشاب میره، به شش چپش یکی میره، یعنی قبل از این دو شاخه شدن لکم باید بالاتر بکشن، این یه شاخه نم دو شاخه، یه انشاب دیگه تو شش گوسفند این بالا وارد میشه به غیر از نوتا. این تو گوسفند، این برای کتاب چاپ قبل دیگه، اینو شما ندارید، فقط خواستم بگم که تفاوتی هم بین ریه انسان با ریه گوسفند هستش. حجمای تنفسی، مقدار هوایی که به شش ما وارد میشه یا اون هوا رو خارج میکنیم به چگونگی دم و بازدم ما بستگی داره. مثلا اگه هوای عمیق رو بخوای وارد کنی دمت میشه دم عمیق، اگه هوای عادی رو بخوای وارد کنی دمت میشه دم عادی، یا اگه بخوای هوای عادی رو خارج کنی میشه بازدم، اگه بخوای یالم هوا خارج کنی میشه بازدم عمیق. بنابراین حجم‌های مختلفی از هوا رو میتوان به شش وارد یا از آن خارج کرد. حجم‌های تنفسی باید دستگاهی به نام دمسنج یا اسپیرومتر میسنجن. پس حجم‌های تنفسی با چه دستگاهی میسنجن؟ اسپیرومتر یا دمسنج. تو این دستگاه ببین اینطوری یه لوله داره شبیه قلیان میمونه، قلیان یا قلیان میمونه، قلیان شبیه قلیون میمونه. اینطوری مثلا توش فوت میکنی یا این هوا رو میدی داخل یا هوا رو ازش خارج میکنی، بعد اینجا حجم رو مینویسه مثلا چه مقداری از هواست، بعد با اون میتونی حالا بررسی کنی بیماری ها و حجم تنفسی و اینا رو. نموداری که دمسنج از دم و بازدم رسم میکنه رو بهش میگیم دمنگاری یا اسپیروگرام. پس به این دستگاه میگیم دمسنج، درسته؟ حالا نموداری که این دستگاه اینطوری برامون میکشه به این میگیم دمنگاره یا اسپیروگرام. اسپیروگرام پس این شد دستگاه، شد اسپیرومتر، اون نموداره شد اسپیروگرام. اسپیروگرام توی تشخیص درست بیماری های ششی کاربرد داره. مثلا طرف کرونا میگیره، ریش درگیر میشه، میره تو این دستگاه اینطوری فوت میکنه، بعد یهو میبینیم آقا این حجمای تنفسیش کم شده، یعنی مقدار هوایی که تونسته تو این دستگاه وارد کنه کم، این میتونه نشون بده که مثلا این ریهاش درگیر شده.
ریاش درگیر شده، نمیتونه مقدار هوای حالا کاملی تو خودش جا بده، مثلا مثل کرونا. پس اینجا برات یه مثال کرونا میزنم که یاد باشه، مثل کرونا. ما انواع حجم رو روی این دستگاه داریم که میخوایم نکاتش رو با هم ببینیم. آقا به مقدار هوایی که توی یک دم عادی وارد میکنی و با یه بازدم عادی خارج میکنی میگیم حجم جاری. پس مقدار هوایی که با دم عادی وارد میکنی با بازدم عادی هم خارج میکنی میگیم حجم جاری. حجم جاری، حجم جاری حدود 500 میلی لیتره. نگاه کن الان این حدود 500 میلی لیتره، درسته؟ یه چیزی اینجا داریم، داره میگه اگه حجم جاری رو توی تعداد تنفس ضرب کنی میشه حجم تنفس. یعنی چی؟ می‌نویسم اینجا وی رو، یعنی همون حجم، وی جاری ضرب در تعداد تنفس، این میشه حجم تنفسی در دقیقه. آقا ما گفتیم حجم جاری چقدر مقدارش؟ 500 میلی لیتر. مثلا تو یک دقیقه هم تو 30 بار تنفس میکنی، درسته؟ مثلا 30 بار، از 30 بار کمتر. 30 بار یعنی اینطوری باشه، خب اینطوری نیست یه کسی. این میشه 15000 میلی لیتر. این میشه وی تنفسیت در دقیقه. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو یک دقیقه اینقدر هوای جاری رو تو داری جا به جا میکنی، درسته؟ این تستاش به این صورت توی آزمون مطرح میشه. مثلا وی تنفسی تو دقیقه رو میگه، تعداد تنفس هم میگه، بعد میگه حجم جاری چقدر. یا مثلا حجم جاری رو میده، تعداد تنفس هم میده، میگه وی چقدر. یا حجم جاری رو میده، وی تنفسی رو میده، تعداد رو میخواد. یه جایگذاری دیگه، یه فرمول ساده است. پس دیدیم حجم جاری مقدار هوایی بود که با دم عادی وارد میکردیم. بعد دیدیم مقدار هوایی که با دم عادی وارد میکردیم و با دم عادی خارج میکردیم چی بود؟ جاری، حجم هوای جاری. حالا ما یه هوایی داریم که با دم عمیق وارد میکنیم، درسته؟ با دم عمیق، اینو بهش میگیم حجم، حالا هوای ذخیره دمی. ببین اینجا نوشته حد اکثر دم، حالا الان این نمودار رو کامل توضیح میدیم. خب پس ما دیدیم، اول این نمودار رو بگم. اینجا میبینید که از 0 تا 6000 میلی لیتر درجه بندی شده. این یعنی این شش این فرد 6000 میلی لیتر یا 6 لیتر ظرفیت داره. 1000 تا 1000 تا اینجا طبقه بندی کرده دیگه. اینجا بین 2000 و 3000 این میشه چی؟ 2500. این میشه 2500. از 2500 تا 1000 تا 3000 تا چند تاست؟ 500. اینا این شد حجم هوای جاری که میبینیم 500 تاست. 500 میبینیم. این نمودار میدونی چطوری ثبت میشه؟ این مدلیه. نفس که میکشی میره رو قله، بازدم عادی میاد پایین، نفس میره رو قلده، بازم عادی میاد پایین. پس اینو فهمیدی؟ پس قسمت هایی که الان من اینجا سبز میکنم میشه دم، اونایی که قرمز میکنم میشه بازدم، باز دوباره دم، قرمز میکنم این شد بازدم، درسته؟ بله. این سبز ها میشه دم عادی، قرمز ها میشه بازدم عادی. این میشه حجم جاری.
حجم ذخیره دمی اون حجمیه که با دم عمیق ما انجام میدیم. حالا اینجا الان میارم بخونیم. اما ما میدانیم که با دم یا بازدم عمیق میتونیم مقدار هوای بیشتری وارد شش کنیم و ازش خارج کنیم. حجم ذخیره دمی به مقدار هوایی گفته میشه که پس از یک دم معمولی با یک دم عمیق وارد شش میشه. چقدر مهمه؟ به مقدار هوایی که پس از یک دم معمولی با دم عمیق وارد شش میکنیم. یعنی چی؟ اینجا رو الان میارم ببینیم اون نمودار. گفتیم آقا دم عمیق شد چی؟ مقدار هوایی که پس از یک دم عادی وارد شش میکنیم. اینها این دم عادی. ببین پس از اینو میگیم دم عمیق. گفتیم چی؟ مقدار هوایی که پس از یک دم عادی با دم عمیق وارد اینا. ببین این دم عادی. حالا میخوام دم عمیق کنم. حالا اینجا ثبت میشه اینا ها. این شد دم عمیق. این اتیک نگاه کن، تا اینجا دمت عادی بوده. ببین این شد دم عادی، این شد دم عمیق. ببین نکتهش مهمه، وقتی میگی دم عمیق دیگه این دم عادیه رو حساب نمی‌کنی. حالا این 3000، اینم 6000، این از 3000 تا 6000 تا، یعنی چند تا سین کلا؟ 3000 تا. پس حجم ذخیره دمی 3000 میلی لیتره، درسته؟ حالا یه سوال ایجاد میشه، اینکه اینجا ما الان رفتم بالا دم عمیق انجام دادم، اینجا رسیدم، این چیه؟ بعد از این چیه؟ آقا بعد از اینو ما با نمودار کاری نداریم، هیچی نیست. این بازدم عمیق نیستش، این بازدم عمیق نیست، درسته؟ حالا بازدم عمیق میگم چی؟ تا اینجا فهمیدی؟ بسیار. حجم ذخیره بازدمی به مقدار هوایی میگیم که میتونیم پس از یک بازدم معمولی و بازدم عمیق اشاش خارج کنیم. یعنی چی؟ حالا الان بهت میگم. خب اینجا نگاه کن نمودارو. این چیه؟ باز. نه این داره میره بالا. دم عمیق عادی؟ عادی. این دم عادی. قرمزه چیه؟ باز. بازدم عادی. باز دوباره این چیه؟ دم عادی. این چیه؟ باز. بازدم عادی. حالا بازدم عمیق مقدار هوایی که پس از بازدم معمولی ریه خارج میکنه. اینجا مگه بازدم معمولی نبود؟ این شد بازدم عمیق. پس دیدیم که بازدم عمیق مقدار هوایی که پس از یک بازدم عادی ریه خارج میکنیم. کامل فهمیدی؟ پس این شد دم عادی، این شد بازدم عادی. حالا این آبی کمرنگه بازدمیه که پس از یک بازدم معمولی ریه خارج کردی. پس این چیه؟ بازدم عمیق. نگاه کن این تقریبا بخوام نمودار رو بگیریم، این اینجا میشه حدود 1200 تا، درسته؟ بله. میخوام ببینیم بازدم عادی چقدر عددش. اینجا یه محاسبه که انجام بدیم حدود 1300 تاست. حجم ذخیره بازدمی حدود 1300 تاست، درسته؟ یه سوال ایجاد میشه، حجم ذخیره دمی چند تا بود؟ 3000 تا بود.
مگه من 3000 تا هوا رو داخل نکردم؟ چرا 1300 تا شو تونستم به بازدم عادی برگردونم؟ ببین، آها، یه مقدار از هوا همیشه تو شوش میمونه، اون حدود 1200 است. ببین 1200 با 1300 میشه چند؟ میشه 2500. 500 تا هم که اینجا حجم جاری بوده. به خاطر این وقتی دم عمیق انجام میدی 3000 تا رو اینوری داخل، 1300 تاش میاد بیرون. علتش اینه که 1200 تاش تو شوش میمونه. این 1200 تا چرا تو شوش میمونه؟ برای اینکه شوش همیشه باز بمونه. یه تمی گفتیم شوش باز میمونه، کامل جمع نمیشه کرد. علتش هم اون فشار جمع بود که گفتیم فشار مایع جمع و فشار هوا کمتره. این باعث میشه که همیشه شوش باز بمونه. یه عامل دیگه هم هست اینکه آقا همیشه یه مقداری از هوا تو شوش میمونه. حالا این مقداری از هوا که تو شوش میمونه، این کاربردش چیه؟ تبادل گازها بین دو تا تنفس رو امکان پذیر میکنه. حالا این نفس بکش بده بیرون، حالا این نفس دیگه بکش بده بیرون. الان دو تا تنفس انجام دادی، درسته؟ بین این دو تا تنفس وسطش تنفس انجام دادی، وسطش یه مکسی داری، میبینی؟ اون هوایی که باقی میمونه تو شش، اون مکسی که میکنی تو اون زمان میاد تبادل انجام میده. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا ساعت 1 یه تنفس انجام میدی، بعد تنفس بعدی ساعت 2. خب بین این 1 ساعت، مثلا حدود از ساعت 1 تا ساعت 2 بخوای حساب کنی، ان تنفسی انجام میدی؟ تنفسی انجام نمیدی، ولی باید به بدنت اکسیژن برسه، درسته؟ این حجم هوای باقی مونده کارش همینه، همیشه تو شش هست که فاصله بین دو تنفس به تبادل انجام بده. این هم از این مورد. این شد این نمودار. ببین نموداری که نگاه کنه، الان ظرفیت حجم ذخیره دمی که فهمیدیم، حجم جاری هم که فهمیدیم، حجم ذخیره بازدمی هم فهمیدیم، حجم باقی ماندن گفتیم مقدار هوایی که میمونه نمیشه خارجش کرد. حالا اینجا یه تعریفی داریم به نام ظرفیت حیاتی. ظرفیت حیاتی حد اکثر هوایی که میتونیم با یه دم عمیق وارد کنیم، با یه بازدم عمیق خارج. ببین دقیقا همینا کن، با یه دم عمیق وارد میکنی، با یه بازدم عمیق هم خارج میکنی. این میشه ظرفیت حیاتی. پس ظرفیت حیاتی خودش شامل 3 تا حجمه: ذخیره دمی، حجم جاری، ذخیره بازدمی. درسته؟ حجم باقی مونده 1200 تا بود دیگه، حجم کلم 6000 تا بود، پس حجم ظرفیت حیاتی حدودا میشه 4800. درسته؟ حالا ظرفیت تام چیه؟ مجموع ظرفیت حیاتی به اضافه حجم باقی مونده میشه ظرفیت تام. حتی بعد از یک بازدم عمیق مقداری هوا تو شش باقی میمونه و نمیتونیم خارجش کنیم. به این میگیم حجم باقی مونده. حجم باقی مونده اهمیت زیادی داره، چون باعث میشه هوابک ها همیشه باز بمونن، همچنین تبادل گاز ها رو تو فاصله بین دو تنفس ممکن میکنه. یعنی مثلا این تنفس انجام میدی ساعت 1، حالا مثلا بعدی ساعت 2، ما کردی یه ساعت تنفس نمیکنیم، مثلا بین این تو ریت اون حجم باقی مونده داره تبادل انجام میده. تبادل یعنی چی؟ یعنی اکسیژن به خون میده، کربن دی اکسیدشو میگیره. یه حجم هوایی هم داریم که اینجا به عنوان آخرین قسمت میخوایم بگیم، اونم حجم هوای مرده است. ببین هوای جاری چند تا بود عددش، حجمش؟ اون حجم ذخیره دمی بود 500 تا بود که گفتیم مقدار هوایی که با دم عادی وارد میکنیم یا با دم عادی 500 تا بود. آقا این 500 تا
این 500 تا همش به ریه نمیرسه، بعضیش میمونه اون وسط. آقا تو فرض کن الان مثلا 100 نفر هستید، حالا افراد مختلف، مثلا حالا پیرمرد، پیرزن، انسان مختلف، دارید یه مسیر طولانی رو میرید، قاعدتا همه تون نمیتونید تهش برید، بعضیتون وسط کار میمونید، درسته؟ این هم همینه، هوایی هم که میخواد به ریه برسه همه ی هوا به ریه نمیرسه، این وسط ها بعضیش اینطوری میمونه، خسته میشه دیگه به ریه نمیرسه. این 500 تا 150 تاش در بخش هادی میماند، 350 تاش به بخش مبادله میرسد، 500 تایی هم که تو حجم جاری گفتیم همش به ریه نمیرسه، 150 تاش وسط کار میمونه، 350 تا به اون هابک ها میرسه، اونه که شبیه خوشه انگور بودن. این که تو بخش هادی میمونه، بخش هادی میتونی بگی شامل چه قسمت هایی بود؟ اولیش با بینی شروع میشد، خب نای دیگه، نایجه، نایجک، نایجک حالا عادی، نایجک انتهایی. اینجا دیگه بخش هادی تموم میشد. ببین اسمش روشه، نایجک انتهایی. پس بینی استارتش بود، نایجک انتهایی، انتها اسمش روشه، این اندش بود، پایانش بود. پس مقدار هوا تو بینی، نای، نایجه، نایجک، نایجک انتهایی چی میتونه باشه؟ 105. هوای مرده 150 تا. به این 150 تا، یعنی به اینی که میمونه، به میگیم هوای مرده. هوای مرده. پس هوایی که میبینم اینطوری ول شده تو بینی و نای و نایجه و نایجک و نایجک انتهایی چیه؟ هوای مرده. حالا این 350 تا بخش مبادله میرسه. بخش مبادله شما چی بود؟ نایجک مبادله ای و حبابک ها، یک کیسه حبابکی، حبابک ها. آقا انگار مثلا شما 30 نفری میخوای از تهران به شمال برید، این 30 نفر 10 تا به قم که میرسه دیگه میمونه، دیگه بقیه مسیر نمیاد، 20 تا به شمال میره. اینم همینه، 500 تا هوای جاری داری میخواد به ریه برسه، 150 تاش وسط کار میمونه، این مجاری تنفسی، بینی، نای، نایجه، نایجک میمونه، 350 تاش مقصد میرسه. به این 150 تا میگیم هوای مرده. باید توجه کرد که به بخشی از هوای دمی به نداشت، باید توجه کرد که بخش از هوای دمی تو بخش هادی دستگاه تنفس میمونه و بخش مدلی نمیرسه. به این هوا که حدود 150 میلی‌لیتر میگیم هوای مرده. این حجما که گفتیم تو فرد سالم، فرد سالم به سن و جنسیت بستگی داره. به سن و جنسیت، مثلا یک شناگر به نظر ظرفیت تنفسیش بیشتره یا مثلا این فرد عادی؟ شناگر. طبعا این عدد تو شناگر بیشتره. توی مردان ظرفیت شش بیشتر یا زنان؟ توی مردان. ببینید سن و جنسیت اثرگذاریه، مثلا تو پیرمرد بیشتر یا مرد جوان؟ مرد جوان. تو پیرمرد خب اون یه دیگه عمل کردش اونقدر نداره. ظرفیت تنفسی، مجموع دو یا چند حجم تنفسی رو میگیم ظرفیت تنفسی. ظرفیت حیاتی، مقدار هوایی که پس از یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق میتونیم از ششه خارج کنیم. اینا ها ببین، یه دم عمیق انجام میدیم، حالا با بازدم عادی، با بازدم عمیق خارج میکنیم، این میشه ظرفیت حیاتی که برابره با حجم جاری، حجم ذخیره دمی و حجم ذخیره بازدمی. اینم همین. ظرفیت تام، حد اکثر هوایی که ششه ها میتونن تو خود جای بدن و برابر با مجموع ظرفیت حیاتی به اضافه باقی موند.
این هم ظرفیت های تنفسی. حالا یه جنبندی ریز بکنیم این قسمت هم بکنم. اینجا جا بود خودش جا نبود. خب اون برای جای دیگه است، برای نکات دیگه است. میخوام کمک هم کنیم. آقا حجم تنفسی یا اینطوری می‌نویسم اسپیرومتر، توی اسپیرومتر ما یه دونه ظرفیت تام داشتیم. بله ظرفیت تام یعنی کل، تام یعنی تمامش دیگه، تمامش با 6000 تون درسته. خود ظرفیت تام شامل دو بخش بود، شامل ظرفیت حیاتی و حجم باقی مونده درسته. بله حجم باقی مونده حدوداً 1200 تا بود، ظرفیت تام 4800 تا بود. به این مجموع اینا باید بشه 6000 دیگه. حالا خود ظرفیت حیاتی شامل وی یا همون حجم ذخیره دمی بود. بله وی جاری و وی ذخیره بازدمی که حجم ذخیره دمی حجمی بود که پس از یک دم عادی با یک دم عمیق وارد میکردیم درسته؟ حدوداً 3000 تا بود. حجم جاری هم که 500 تا بود درسته؟ اونم 1300 تا بود. اینا ها اینا رو جمع بزن 4800 میشه 4800. حجم جاری هم که گفتیم مقدار هوایی که با دم عادی وارد میکنیم و با دم عادی هم خارج میکنیم. حجم ذخیره بازدمی مقدار هوایی بود که بعد از بازدم عادی با بازدم عمیق وارد میکردیم. یعنی وقتی بازدم عادی رو انجام دادی حالا بازدم عمیق انجام میدی درسته؟ اینم از این مورد. حالا خود حجم جاری بذار اینم بگیم بازدم عادی دم عادی. آره اونطوری هم میشه گفت. حالا خود حجم جاری شامل هوای مرده بود و هوای تبادلی. هوای مرده گفتیم هوایی که بخش مبادله‌ای نمیرسه، تو بخش هادی میمونه. آقا با رفیق داریم میری سفر، میخوای بری شمال تهران، این قم میمونه دیگه نمیاد به خود شمال برسه که این 150 تاست. اونی که تبادل پذیره یعنی به هوبکا میرسه با خون تبادل میکنه 350 تاست. این هم از حجمای تنفسی. حجم باقی مونده هم که گفتیم اصلا نمیتونیم خارج کنیم و تبادل گازها بین دو تا تنفس رو امکان پذیر میسازه و اینکه دیگه این ریه ها کامل بسته نشن، همیشه این مقدار باز بمونن. خب پس دیدیم اینجا اینکه بالا میره این قسمت رو میگیم دم عمیق، ولی اینجاشو چیزی نمیگیم. این باز میشه بازدم عادی، این بازدم عمیق، اینجا هم باز چیزی نمیگیم. دم عادی، بازدم عادی، دم عادی، بازدم عادی، بازدم عادی، بازدم عمیق، اینجا بازدم عادی، دم عمیق، اینجا بازدم عادی بود، اینجا دم عمیقه، اینجا باز اسم نداره، این میشه بازدم عادی، دم عادی، بازدم عادی، دم عادی، بازدم عادی، بازدم عمیق، اسم نداره. دم عادی، بازدم عادی، دم عادی. آقا دستگاه تنفس فقط کارش این نیستش که ته دم اکسیژن بده، ته بازدم کربن دی اکسیدو بگیره. کارهای مختلفی داره. یکیش تکلمه. حنجره محل قرارگیری پردای صوتیه. اینجا این ناحیه حنجره رو میبینید، اینا پردای صوتی هم. ما دیدیم که
تو ساختار بافتی نایه دیدیم که درونی ترین لایه چی بود؟ درونی ترین لایه مخاط بود. این بافت مخاطی نای اینطوری چین میخوره و پرده های صوتی رو ایجاد میکنه. این دوتا پرده های صوتی هست، درسته؟ پس منشأ این پرده های صوتی چیه؟ منشأش چیه؟ مخاط نای. یه می نویسم مخاط. به سمت داخل چین میخوره اینا، این به سمت داخل میشه، به سمت داخل اینا اینطوری چین میخوره، این سفیده رو پدید میاره. پردای صوتی صدا رو تولید میکنن. یه بارم اول بهت گفتم، گفتم هوای بازدمی، یعنی اینجا این نای دیگه، این عضوفای سی شکلش رو میبینی؟ این نای. هوای بازدمی که داره اینجا میاد، این پرده رو به ارتعاش در میاره و باعث میشه صدا تولید بشه. حالا این صدا شکل میگیره دیگه، مثلا میگی ا ا او آ ای، میبینی اینا با هم فرق داره. ولی هوای بازدمی مگه فرق داره؟ یه هوا میاد ولی داره صدا و چیزهای مختلفی میاد. این توسط لب ها و دندان هاست. مثلا اینکه من میگم سه، یا میگم ب، یا میگم که، یا میگم خ، این توسط لب ها و دندان همه، درسته؟ شکل دهی به صدا به وسیله بخشایی مثل لب ها و دندان صورت میگیره، ولی خود صدا رو همین هوای بازدمی تولید میکنه که میاد پردای صوتی رو میلرزونه، ولی شکل دهیش توسط لب ها و دندان هست، درسته؟ یه مکانیسم دیگه هم که اینجا داریم سرفه و عدسه است. اینجا مهمه. ببین توی سرفه، سرفه و عدسه، توی سرفه، یه سرفه کن، هوا از کجا خارج میشه؟ از دهن. حالا مردم با هوا کار داره. حالا یه عدسه مثلا انجام بده، از کجا هوا خارج میشه؟ و بینی. آها این فرقشه، توی عدسه از دهان و بینی. این که تو سرفه از دهان خارج میشه یعنی از بینی خارج نمیشه. پس یعنی راه بینی بسته. راه بینی اینجا چطوری بسته میشد؟ زمان کوچک. آفرین. پس توی سرفه زبان کوچیک میره بالا، زبان کوچیک بالا میره که این راه بینی رو اینطوری ببنده و هوا نتونه اینطوری از بینی خارج بشه. توی عدسه که از دهان و بینی خارج میشه یعنی زبان کوچیک کجاست؟ وسط. پایینه دیگه. وسط چیه؟ وسط نداریم که، یا بالا میره یا اینطوری بالا میاد یا پایین میره. پس کجاست؟ زبان کوچیک پایینه، زبان کوچیک پایینه، اینا یعنی پایینه که اینطوری هوا بتونه انای اینطوری هوایی که اومده اینطوری اینجا هر خارج بشه، اینطوری از دماغ و از دهن بیاد بیرون. این میشه عدسه. عدسه و سرفه چنانچه ذرات خارجی، آقا مثل گرد و غبار یا گازهایی که ممکن است مضر باشن یا نامطلوب، یعنی خوب نیستن، به مجاری تنفسی وارد بشه باعث واکنش سرفه یا عدسه میشه. در این حالت هوا با فشار از راه دهان یا بینی که این میشه سرفه، نه ببخشید، دهان یا بینی، دهان یا بینی رو ما بر عدسه داشتیم، اینجا هم بد نمیشه. راه آهانه درسته دیگه، راه دهان سرفه، اشتباه خوندم. هوا با فشار راه دهان یا سرفه یا بینی و دهان تو عدسه با مواد خارجی بیرون میاد. کلا اصلا عدسه و سرفه برای اینه که مواد خارجی رو پرت کنه بیرون. اما مثلا گرد و غبار میاد داخل بینیت، اون بالا گیر میکنه، اینطوری مثلا با عدسه این میاد بیرون، یعنی هوا پر فشار خارج میشه. تو عدسه و سرفه هوا پر فشار خارج. پس این هوا نوعی هوای دمی یا بازدمی؟ بازدمی.
بعد پرفشار خارج میشه، یعنی بازمش عمیقه. عمیق. پس تو سرفه و عدسه بازدم عمیق رخ میده. در افرادی که دخانیات مصرف میکنن به خاطر اینکه یاختای مژگدار مخاط تنفسیشون از بین میره، سرفه راه موثرتری برای خارج کردن مواده، چون دیدیم توی عدسه هوا از دهان و بینی خارج میشه، اون مخاط رو ما تو بینی پس از پایان یافتن پوست نازک داشتیم دیگه، تو اینا اون مخاط از بین میره، مخاط مژگدار از بین میره، پس اینا خوب نمیتونن عدسه کنن. اگه دقت کرده باشی اکثر سیگاریا سرفه میکنن. مثلا ما یه همسایه داریم، همسایه پایینیمون سیگاریه، دائم شبا تو دستشویی که میری همش داره سرفه میکنه. این نشون میده این بنده خدا اصلا دیگه مخاط مژگداری براش نمونده، همش از بین رفت. و اما این قسمت آخر که تنظیم تنفسی، بعدش دیگه وارد گفتار بعدی میشیم و دیگه جلسمون تموم میشه. این قسمت هم راحته، اینجا رو می نویسم بسیار سوال خیز. این اسلاید خیلی سوال خیزه. آقا اینجا خیلی سوال خیزه در رابطه با این دستگاه تنفس، تنظیمش خیلی سوال می دن. اینجا بریم با هم ببینیم توضیحشو بدیم. و تنظیم تنفس، تنظیم تنفس، تنفس دو تا مرکز مهم داره، یکی پل مغزیه، اول بذارید اون که بنویسم، یکی بصل و نخاعه، یکی هم پل مغزیه، نغزی گفتم، یکی هم پل مغزیه، شبیه نظری شده، یعنی پل نظریه. بصل و نخا شروع کننده تنفس، نویسم استارت. استارت تنفس کی میزنه؟ بصل و نخا. پل مغزی خاتمه دهنده و خاتمه دهنده و مدت زمانه، یعنی مثلا این اینجا من یه شبیه سازی کنم، این بصل و نخاعه، این پل مغزی، درسته؟ گفتیم بصل و نخاع چیکار میکنه؟ استارت تنفس، شروعش، شروع تنفس، دم دیگه. برای دم کدوم ماهیچه ها منقبض میشن؟ دم عادی مثلا ماهیچه، مثلا دیافراگم، اینا بین دنده خارجی، این دم عادی بود. تو دم عمیق هم که خب ماهیچه های ناحیه گردن، بین دنده خارجی. آقا این بصل و نخاع به اینا پیام میده، میگه دیافراگ بین دنده خارجی منقبض شد، که اون منقبض میشه، قفسه سینه رو اینطوری میاره بالا و جلو، حجمش رو زیاد میکنه، حجم شوش در نتیجه این زیاد میشه، فشار توش کم میشه، هوا بیرون وارد میشه، درسته؟ پس این استارتش با بصل نخاع. بصل نخاع قسمتی از ساقه مغز اینجا قرار گرفته، این شروع کننده تنفسه، یعنی فرمانده است، این فرمانده است، این که الان داری نفس میکشی، این توسط فرماندهی اینه، اینه داره اینا رو بهشون دستور میده. به خاطر اینه که میگن اگه ضربه به سر بزنی خیلی حساسه، چون امکان داره این بصل و نخاع آسیب ببینه و دیگه اصلا پیام تنفس به ماهیچه ها نرسه. پل مغزی گفتیم خاتمه دهنده و مدت زمانش. آقا مثلا نفس تو کشید، نگاه کن ببین اینجا دیگه تموم شد، درسته؟ این خاتمه دهندهش پل مغزی، یعنی مثلا تا نفس میکشی
دو ثانیه شد دیگه میخواد تمام بشه. خاطر این میگیم پل مغزی توی مدت زمان خاتمه دهنده، یعنی وقتی تنفس انجام شد این تنفس رو تموم میکنه. به چه صورت؟ به بصر نخاع پیام میده، میگه فینیش، تمامش. پس شروع کننده تنفس بصر نخاع، خاتمه دهنده و مدت زمانش پل مغزیه. الان یه دم انجام بده، هی دم انجام بده، همینطور پشت سر هم پیوسته انجام بده اینطوری. چرا نتونستی بیشتر از این انجام بدی؟ پل مغزی گفتن فینیش، پل مغزی اجازه نمیده. چون اگر بخوای بیشتر اینو باد کنی امکان داره ریه هات بترکه. یه سری گیرنده ها به ریه متصلن، به پل مغزی دارن، میگن آقا مدت زمان تنفس زیاد شده، الان اینطوری خیلی داشتی باد میکردی دیگه. به بسلون خواب پیام میده، میگه دیگه این ماهیچه ها رو منقبض نکن، چون این ماهیچه ها منقبض میشدن در نهایت دم انجام میشد دیگه. پل مغزی بسلون خواب میگه آقا تمومش کن، اگه بخوای بیشتر منقبض بشی این بیشتر باد میکنه، ریش میترکه. درسته؟ این از این مورد. آقا در رابطه با دم، خب این در رابطه با دم گفتیم که بازدم عادی چطوری انجام میشه؟ با ویژگی کشسانی شش، ویژگی کشسانی شش، مثل اینکه یه کش رو کشیدی ول میکنی، خودش باید اول برمیگرد. این پیام عصبی میخواد، دستور نمیخواد، دستور نمیخواهد. حالا چون ماهیچه منقبض نمیشه که، چون ماهیچه منقبض نمیشود و با به استراحت در آمدن ماهیچه های دمی رخ میدهد. ماهیچه های دمی کدوم بودن؟ دیافراگم و بین دنده خارجی دیگه. حالا اگه دم عمیق باشه ماهیچه های ناحیه‌گرنه هم اضافه میشه. ما گفتیم بازدم با دو تعامل انجام میشه، یکی این که آقا این انقباضی که صورت گرفته، یعنی دیافراگم و ماهیچه بین دنده‌ای که منقبض شدن، از انقباض درام اونا منقبض می‌شدن، حجم قفس سینه زیاد می‌شد دیگه، پس استراحت بدن حجم قفس سینه کم میشه. دومی هم ویژگی کیسانی شش، یعنی دو تا چیز تو بازدم عادی مهم بود، ویژگی کیسانی شش، شش پر می‌شد، کشیده می‌شد، تمایل داشت اینطوری جمع بشه. دومی هم آقا استراحت در اومدن ماهیچه‌های دمی، دم چطوری انجام می‌شد؟ با ماهیچه‌های بین دنده خارجی و دیافراگم بود دیگه. حالا اگه اینا استراحت کنه دم انجام میشه؟ باز. ولی بازدم عمیق، بازدم عمیق توسط ماهیچه ای انجام می شد، چه ماهیچه ای؟ آها، و شکمی و بین دنده داخلی. خب این ماهیچه است، این یاد باشه انقباض ماهیچه پیام عصبی می خواد، پس این پیام می خواد، همین پیام میخواهد دیگه، با مکانیسم ها این کاری نداره. فقط حواست باشه بازدم عادی ما گفتیم و صرفا ششی که کشیده شده جمع بشه، ماهیچه هایی که دودن منقبض شدن استراحت کنه، این میشه بازدم. مثلا انقباضی رخ نمیده که ماهیچه بخواد، چون انقباض پیام میخواد. ولی تو بازدم عمیق چون ماهیچه داره منقبض میشه، این پیام میخواد. پس بازدم عمیق پیام، بازدم عادی پیام، بازدم عادی میخواد پیام. ببین گوش کن، بازدم عادی نمیخواد، عادی نمیخواد. اینجا نوشتم عادی بحث ویژگی کیسانی شش و به استراحت در اومدن ماهیچه های دمی نمیخواد. این پیام نمیخواد. مثل اینکه تو کشو اینطوری نگاه کن، کشو کشیدی، حالا میخوای بالت اول برگردن، کاری انجام میدی؟ خودش بالت اول برمیگرده. اینم همینه، شش باد شده تو دیگه تنفس انجام نمیدی. خب
خب این بادش اینطوری خالی میشه دیگه. درسته؟ حالا بریم از اسلاید بخونیم. دم با انقباض دیافراگم و بین دنده خارجی آغاز میشه. انقباض این ماهیچه ها با دستوری انجام میشه که از طرف مرکز تنفس و بسطل نخاع میاد. با پایان یافتن دم بازدم عادی، کتابتون گفته بازدم این ایراد داره، باید بگید بازدم عادی، بدون نیاز پیام عصبی با بازگشت ماهیچه ها به حالت استراحت. کدوم ماهیچه ها؟ ماهیچه بین دنده خارجی، دیافراگ، گردن. و اگه دم من عمیق باشه می نویسم ناحیه گردن به اضافه کش ثانیه شش انجام میشه. حالا تو مغز تو فصل یک سال 11 می خونیم این بالاتره که بزرگتر پل مغزیه، این پایینش بسطل نخاعه. استارت بسطل نخاعه انجام میداد، پل مغزی برای خاتمه به بسطل نخاعه پیام میده. درسته؟ تنفس مرکز دیگری هم دارد که در پل مغز واقع است و با اثر بر مرکز تنفس و بسطل نخاعه دمو خاتمه میده. هم مرکز تنفس و پل مغزی رو میگه که میتونه مدت زمان دم هم تنظیم کنه. حالا افزایش کربن دی اکسید و کاهش اکسیژن خون نیست از عوامل مؤثر توی تنظیم تنفس. یه سوال، الان من اکسیژن محیط رو اینجا کم میکنم چه اتفاقی میافته؟ نفس بیشتر میکشه که اکسیژن بگیری. یعنی به اینجا، به اینجا داره. الان مثلا من میخوام تو رو خفه کنم، مثلا ببین اینطوری میگیرم ات. بعدش چی میشه؟ بعد از اینکه این گلتو اینطوری گرفتم میتونیم کنیم تون نفس میزنی. درسته؟ برای اینکه وقتی گلتو میگیرم اکسیژن به اندام ها برسه، وقتی گلتو گرفتم اکسیژن به اندام نمیرسه و اندام اکسیژن میخواد. وقتی ول میکنم چون اکسیژن خونه کم شده اینطوری میکنه. یا مثلا تو محیط تنگ رفتی، مثلا مثل یه اتاق تنگ و تاریک، یا مثلا قار و اینا، دیدی نفست میگیره؟ یا مثلا کوه میری احساس سنگینی دیدی میکنی چون اکسیژن اونجا کمه. اکسیژن کمه، به نظرت من چه کار کنم اکسیژن رو جبران میکنم؟ نفس بکشم دیگه. تو خودت اینطوری کن، الان بیا اینجا یه بار دیگه اینو برام امتحان کن. من دماغ و دهن تو اینطوری میگیرم. ببین وقتی دماغ و دهن تو میگیرم، آها، به نفس افتادن میافتی چون تنفست کم میشه، اکسیژن کم میشه، تنفست میره بالا که اکسیژن رو برسونه. حالا کربن دی اکسید وقتی تولید میشد، ما گفتیم با آب ترکیب میشد، چی تولید میکرد؟ اسید کربونیک. خاصیت اسیدش بد بود، پس باید CO2 دفع بشه که اسید کربونیک تولید نشه دیگه. یعنی CO2 خارج بشه که اسید کربونیک تولید نشه. به خاطر این وقتی CO2 خونم که میره بالا، تنفست بیشتر میشه. تنفس بیشتر شه، بازدمت بیشتر بشه، وقتی بازدم بیشتر بشه، کربن دی اکسید بیشتر خارج میشه. درسته؟ اینم این بخش. اینم از جزوه هم بیاریم این بر. خمیازه برای اینه که اکسیژن کافی مغزت نرسیده، مغزت دستور میده که یه نفس عمیق بکشی، اینطوری کنی که یه عالمه هوا رو بیایی برسونی به مغزت برسی. و خستگی، این دوتا عامل باعث خمیازه میشن، خستگی و نرسیدن اکسیژن به مغز. سوال دیگه ای؟ خسته. یه چورت بدم